به نام و یاد خدا با عرض سلام به خبر شش از شمشاد خوش آمدید. امروز چهارشنبه چهارم عقرب سال 1401 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط مهمترین ها. مهم خواندن حکومت همشمول از سوی اتحادیه اروپا در افغانستان. آگاهان از مسئولین خواهان جلوگیری مداخله ها با اصلاحات هستند. چاپ بانکنوت های جدید افغانی از سوی چاپخانه های اروپایی. آمریکا میگوید که جلو سقوط اقتصادی و معضل نبود پول نقد گرفته خواهد شد. و تهدید کوریای شمالی در مسئله آزمایش اسلحه اتمی سوی آمریکا، ژاپن و کوریای جنوبی. خیلی خوش آمدید. من فیصل فیضان هستم. اتحادیه اروپا برای پایداری ثبات و نگهداری حقوق بشری در افغانستان و منطقه حکومت همشمول را مهم یاد کرده است. توماس نیکلسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، در نشست پارلمان اروپایی گفته است که منطقه و برخی کشورهای دیگر خواستار حکومت همشمول در افغانستان هستند. اما کارشناسان میگویند که مسئولین افغان باید خودشان دست به کار شوند و نباید خارجی ها در ساختار حکومتی افغانستان مداخله نمایند. توماس نیکلسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، در نشست کمیسیون روابط خارجی اتحادیه گفته است که برخی از کشورهای منطقه و جهان در افغانستان خواهان حکومت همشمولند. نیکلسن میگوید شمار از کشورهای همسایه مانند ایران و تاجیکستان میخواهند که در آنجا صدای اقلیت‌ها و مذاهب شنیده شود. نماینده اتحادیه اروپا تاکید کرده است که برای ثبات دائمی منطقه و افغانستان، نگهداری حقوق بشری و حکومت همشمول فاکتورهای مهم شمرده می شود. کشورهای منطقه و برخی دیگر خواهان ایجاد حکومت همشمول در افغانستان هستند. این یکی از ویژگی هایی است که منطقه و کشورهای منطقه از آن در یک اصول حمایت می کند. ما می بینیم که در اعلامیه های مختلف بر آن اشاره شده است و ممکن کشورهای نزدیک افغانستان، ایران و تاجیکستان می خواهند تا صدای مردم هزاره، شیعه مذهب و اقلیت ها شنیده شود، اما به نظر من برای ثبات دائمی و دراز مدت در افغانستان، حفاظت و حمایت از حقوق بشری کلید برداشتن گام به سوی یک حکومت فراگیر شمرده می شود. اما شماره در مورد تعریف از حکومت همشمول میگویند که معاونین حکومت سرپرست باید افرادی باشند که عضویت امارت اسلامی را نداشته باشند و نه هم کسی که از افغانستان فرار کرده است. خود همشمول تعریفش ای است که در صدر حکومت معاون رئیس الوزرا کسانی باشد که از جنبش طالبان نیستند. اگر ما به این برسیم، بله، حکومت از یک حکومت طالبان فرق میکنه به یک حکومتی که دیگران هم درش هستند. از کسایی که در داخل افغانستان هستند لازم نیست که کسایی که از خارج گریختن اونا بیان، این لازم نیست. توصیه های این است که مسئولین افغان باید خود دست به کار شوند و اجازه ندهند که کشورهای همسایه نویت حکومت افغانستان را انتخاب کنند. باورها این است که نو انتخاب حکومت از سوی خارجیان برای افغان ها مداخله آشکار است و باید جلو آن گرفته شود. کارشناسان میگویند که حکومت جلو این مداخله ها را با واسطه اصلاحات گرفته می تواند. درد تاسف او د شرم زده من دومره ضعیفه ناتوان شوی چی اوس پردی هیوادونه مونږ ته حکومت جوړی او د حکومت شکل هم راته توضیح کوي چې څه رقم ته حکومت باید زموږ په هیواد کې جوړ شي. طالبانو تر څو چې خپل هیواد په خپله آباد نه کړي، پردي چاته نه آبادی. آگاهان امور به این باورندان چرا که خارجی ها با استفاده از نام حکومت همشمول پیشکش می کنند نادرست است و این ادعای امارت اسلامی نیز درست نمی باشد که گویا حکومت فعلی همشمول است. آنان می گویند هدف از حکومت همشمول این است که کار به اهل کار سپرده شود و این موردی است که افغان ها نیز آن را می خواهد. در طولگردون حکومت نمنظور کار اهل کار تا سپارل دی. نور پریک دی. د ګڼ شمېر طالبانو په ګډون 99.9% افغانان همدا غواړي. افغانان هیله من و چې
ورځ تر بلې به یو څه سمونونه رامنځته شي. اما امارت اسلامی بارها تاکید نموده که حکومت فعلی همه شمول است و نمایندگان تمامی مناطق و اقوام در کابینه سهم دارند و در کرسی های بلند پایه ایفای وظیفه می کنند. در این حال در آخرین نشست پارلمان اتحادیه اروپا با حکومت سرپرست به مذاکره و گفتگو تاکید صورت گرفته است. امارت اسلامی در سیاست داخلی پیشرفت چشمگیری نداشته است. در یک سال گذشته هیچ بحث جدی در مورد موضوعات عمده که بتواند بحران بشری و سیاسی جاری در افغانستان را حل کند صورت نگرفته است. عمده‌ترین موضوعات که باید در کابینه مطرح می‌شد، قانون اساسی، تصمیم‌گیری جدی در برابر مطالبات خارجی و دوره حکومت سرپرست است که نیاز به بحث‌های جدی دارد. اما با این همه در یک سری از مسائل که کاهش جنگ و توجه به سکتور اقتصادی است، تغییرات ایجاد شده است. نزدیک به یک سال و شش ماه از حکومت امارت اسلامی در افغانستان میگذرد. ما در مورد سیاست داخلی آن صحبت میکنیم. طالبان و مردم کشور نیز آخرین تاریخ و یا مهلت حکومت سرپرست به ریاست ملا حسن آخان را نمیدانند. اما این دولت در نبود قانون اساسی اداره میشود. موضوعات مهمی که میتوانست افغانستان سقوط شده را دوباره به پای استاد می نمود و در آن به طور جدی بس قرار می گرفت، هنوز در صدر آجندای کاری قرار ندارد. از آنجایی که مشروعیت در سطح بین المللی وجود ندارد، حکومت سرپرست در داخل نیز با این خلا مواجه است و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در تصمیم گیری های حکومت شریک نشده است. اولین مکان هر تحول قندهار است که به ارگ مخابره می شود و در سوی دیگر نارضایتی مردم نیز در حال افزایش است. بیکاری و اقتصاد مواجه با سقوط چالش های جدی است که طالبان روی آن به عنوان یک حکومت بر آن موفق نشدند. تحولات محسوس شده در رسانه ها و محدودیت ها بر زنان و دختران مسئله است که بیشتر اوقات در کابینه و ادارات زیربط روی آن بحث ها صورت گرفته است. اما مسائلی که باید روی آن بحث صورت می گرفت، مسائل مهم به سطح داخلی: مشروعیت داخلی، ساخت قانون اساسی، مهلت حکومت سرپرست، حکومت همشمول، گفتگو با جریان‌های سیاسی، لغو شدن احزاب، با وجود آمدن ائتلاف‌های جدید توسط افغان‌های مقیم خارج، اشتراک زنان در مشارکت حکومتی و موضوع مکاتب دخترانه. داسی سیاستونه هم قرار شد سیاهی دیر منفی تاثیر درلوده و در پرمختبونه تر خپل سیوری لاندو بینیم. خلوی که دین جنو دی خونزوی بندی دل دی سیاسی بندونو و میرمونو دی حقوقو کمرنگی که دل پرسنیو که زیمستون زی او دی نلی سر اتعامل ها برخی که زینی کواکی و کموالی دی ایمن زواهری وجل که دل پا کابل کی آخام دی کابل پزرل کی او پلوی که دی زینو دا سیستر و پیخو سی پاگی که دی جماعتونو مکاتبو پا داخل که چاودنیو امنیتی پیخی داغ مسائل و سیپیو نیو رول بانی دی افغانستان داغ ورستی پر مختگونه آقای ترسیور لانی را وصل. تنها بهانه امارت اسلامی تحریم های بین المللی است. خواسته های بین المللی که بر اساس آن می توان تحریم های طالبان را لغو کرد یا نادیده گرفته شود و مورد بحث جدی قرار نگرفته است. طالبان و جامعه جهانی قناعت ندارند و با یکدیگر در تقابل هستند. مهاجرت، گرسنگی و بیکاری مسائل داخلی هستند که طالبان نتوانستند به آنها رسیدگی کنند و بحران بشری افزایش یافته است. اما برخی تغییرات و تحولات مثبت نیز دیده می شود که پای امارت اسلامی را در افغانستان تقویت کرده است، مثل این تغییرات که به دلیل ناخرسندی بیشتر در حال تیره شدن دیده می شود. تحولات به میان آمده: جلوگیری از جنگ داخلی، حذف جزایر از قدرت، تحولات اقتصادی، بندهای آب و پیشرفت‌های ترانسپورتی، حفظ ثبات افغانی و درگیری با گروه‌های جنگجویان داعش و مقاومت. د یو مکمل نظام، دولتی نظام په جوړښت کې دوی لا یو تر اوسه پورې واحد فکر سره نه دی رسیدلی او له دې کبله نشي کولای په واحد نظر باندې هم د افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې پوښتنو ته ځواب ووایي. ښایي نور علتونه هم وي، خو دوه همدغه مهم علتونه دي چې لا تر اوسه پورې د دوی خبره هم د افغانانو سره او هم د نړیوالو سره یوې همغږۍ ته نه ده رسېدلې.
تأکید می گردد که طالبان باید بر ایجاد یک اجماع کار کنند که بر اساس آن خطوط اصلی سیاست داخلی و بین المللی افغانستان را ترسیم کند. به گفته کارشناسان، طالبان باید احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را پذیرفته و با مشورت آنها حکومت را تشکیل و اداره کنند. به گفته آنها، محدودیت ها رای حل نیست و افغان ها از زور و زیاده روی راضی نیستند. آمریکا میگوید که اجازه گرفتن چاپ بانکنوت‌های افغانی به معنای نرمش در روابط با طالبان نیست. وزارت امور خارجه این کشور گفته که موضوع بانکنوت‌های مندرج شده در افغانستان زیاد جدی بود و به خاطر حل آن با چاپخانه‌های اروپایی در انتقال پول کمک کردند. این وزارت افزوده که بانکنوت‌های جدید جلو سقوط اقتصادی افغانستان را گرفته و معضل نبود پول نقد را حل خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا گفته صدور اجازه به خاطر چاپ نمودن بانکنوت‌های افغانی جدید با چاپ کنندگان اروپایی به معنای نرمش در روابط با طالبان نیست. نت پرایس سخنگوی این وزارت در جریان یک کنفرانس خبری گفته آمریکا و کشورهای متحد آن در چند ماه گذشته تلاش ورزیدند که به خاطر چاپ بانکنوت‌های جدید انتقال پول را از افغانستان بانک ممکن سازند. آمریکا و کشورهای متحد آن از چند ماه گذشته با بانک‌های جهانی تلاش می‌ورزند که زمینه انتقال پول را از افغانستان بانک به چاپخانه‌های اروپایی فراهم سازند تا بانکنوت‌های جدید افغانی چاپ گردد. نت پرایس گفته است که بانکنوت‌های جدید جای کهنه آن را پر خواهد کرد و مشکلات پول نقد افغانستان هم حل خواهد شد. او افزوده که این کار بخشی از تلاش‌های آمریکاست که می‌خواهد جلوی سقوط بحران بشری و اقتصادی را در افغانستان بگیرد. پرایس در پرسش به این که آیا این اقدام به معنای نرمش در رابطه با طالبان است، گفته است: نه، این کار برای بهتر شدن وضع زندگی افغان‌های صورت گرفته که با مشکلات شدید پول‌های کهنه رو براستند. اقتصاد افغانستان متکی به پول‌های نقد است. نت پرایس گفته است که مواد برای خرید موجود است، اما پول‌ها نهایتاً کهنه شده که افغان‌ها را هنگام خریداری با مشکلات زیاد روبرو کرده است. معلومات نشان می‌دهد که در حدود 100 میلیارد افغانی بانکنوت‌های 10 روپگی و 100 روپگی چاپ شده که در آینده نزدیک به کشور فرستاده خواهد شد. تبادله کلدار به جای افغانی در بازارها پول افغانی را بی‌ثبات می‌کند. اتحادیه صرافان می‌پذیرد که معاملات و تبادلات ارزی در کابل و شماری از ولایات با کلدار انجام می‌شود. این اتحادیه و شماری از آگاهان اقتصادی تأکید دارند که دولت باید داد و ستاد کلدار را متوقف و ثبات افغانی را حفظ نماید. با افزایش ارزش افغانی در برابر دلار، در حال حاضر دلار در مرکز و ولایات در بدل کلدار خریداری می شود. مسئولان اتحادیه سرای شاهزاده کابل می گویند که این کار ثبات افغانی را به چالش می کشد و ارزش افغانی را در برابر دلار پایین می آورد. او په غوی باندې ډیر تکه کېدل هم د افغانستان اقتصاد ته ضرر رسي، هم د افغانستان پر امنیتي اوضاع باندې منفي تاثیر کوي، او هم زموږ هیوادوالو ته ډیر ضرر رسي. او په نتیجه کې بیا متاسفانه چې د افغاني ارزش هم ورسره کمیږي. په هر اندازه چې دادو گرفت په افغانیو باندې وي، په هر اندازه چې مو تکه پر افغانیو باندې وي، په هغه اندازه باندې به د افغاني ارزش هم ورسره لوړ وي. نو هیله مې دا ده چې اسلامي امارت او ټول امنیتي ځواکونه په کابل او په نورو ولایتونو کې خاص توجه ودې ته ولري چې ټول معاملې په افغانۍ باندې وسی. در کنار این، برخی از اقتصاددانان نیز بر این عقیدند که تبادله کلدار به ارزش افغانی آسیب میزند و تاکید دارند که افغانستان بانک و کمیسیون اقتصادی از این امر جلوگیری کنند. دلار هم باید په مستقیمه توګه په افغانۍ باندې اکسچنج یا تبادله سی. نو که په کلدارو باندې دا ترسره کیږي، کلدارو خپل ارزښت له لاسه ورکړی ده. دلته ډیر غټ مستقیم او غیر مستقیم زیانونه افغان تجارانو ته، افغان عام وګړو ته رسیږي، ځکه افغانۍ اوس مهال خپل ارزښت لري. نو که مثلا دغه اکسچنج د ډالرو په کلدارو باندې ترسره کیږي، بیا افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکوي. نو دلته زموږ له افغان ټول تجارانو نه غوښتنه دا ده چې خپل
فرهنگ ته هم باید زیانونه رسی او ترسنگ خپل اقتصاد ته هم. در برخی از ولایت ها هنگام داد و ستود از کلدار استفاده می شود و این کار نگرانی هایی را ایجاد کرده است، به خاطر که اگر تاجران معاملات را با کلدار انجام دهند این کار ارزش پول افغانی را کاهش خواهد داد. پس از امارت اسلامی خواسته می شود که داد و گرفت کلدار را در بازارهای کشور منع کرده و بر آن محدودیت ها را اعمال نماید. به نظامیان پیشین افغانستان وظایف جدید پیشنهاد شده است. فارن پالیسی با نشر یک گزارش گفته است که سربازان پیشین افغانستان که پس از خروج ایالات متحده آمریکا در افغانستان ماندند، از سوی روسیه پیشنهاد پیوستن به قوای همین کشور داده شده است. این گزارش می افزاید که ممکن از 20 تا 30 هزار سرباز باقی مانده تقریباً 10 هزار آن این پیشنهاد را بپذیرند. برخی از نظامیان پیشین به فارن پالیسی گفتند که آنها بیکار و بیخانمان هستند، چیزی برای از دست دادن ندارند و سوی مسکو پیشنهاد معاش بالای داده شده که چاره جز پذیرش آن را ندارند. نظامیان سابق افغانستان که 20 سال دوش به دوش با ایالات متحده و سایر متحدان آن جنگیدند، برخی از آنها هنگام خروج توسط خارجی ها به خارج از کشور برده شدند. اما بسیاری از آنها هنوز به خانمان هستند و در وضعیت بد اقتصادی بسر می برند. بر اساس گزارش فارین پالیسی، روسیه به کسانی که در افغانستان ماندند پیشنهاد داده است که در جنگ اوکراین به نیروهای روسیه بپیوندند. با اعضای قوای ازبک افغانستان که سال گذشته توسط ایالات متحده آمریکا و متحدان غربیان به دست طالبان سپرده شدند تا برای جنگ در اوکراین بر نیروهای روسیه بپیوندند، روابط برقرار شده است. این سربازان در گفتگو با فورین پالیسی گفتند که بیکار، بیخانمان و ناامید هستند و کسانی که اخراج شدند سرنوشت ندارند. آنها افزودند که با شرایط سخت روبرو هستند و از طرف روسیه معاش خوبی به آنها پیشنهاد شده، بنابراین چاره جز پذیرش این پیشنهاد ندارند. آنها حالا بیکار، بی خانمان و ناامید هستند و هیچ چیزی برای از دست دادن را ندارند. بسیاری از کماندوها هنوز منتظرند تا در آمریکا یا بریتانیا مستقر شوند. آنها در شرایط سختی قرار دارند، بنابراین پیشنهاد وظیفه را قبول خواهند کرد. اینکه هر روز برای یافتن کار در پاکستان، ایران یا ترکیه پول خرج می کنند و حالا از طرف روسیه به آنها $1000 معاش پیشنهاد می شوند، هرگز رد نمی کنند. در این حال این رهبران از آمریکا و متحدانش بسیار ناامید هستند. آنها با فورین پالیسی گفتند که باید توسط غرب اخراج می شدند و به جای روسیه به اوکراین فرستاده می شدند. آنها گفتند روسیه با آنها دشمنی می کند و می خواستند به نیروهای اوکراینی بپیوندند، اما اکنون مجبورند تا به روسیه بروند. آنها باید توسط متحدان غربی برای جنگ در کنار اوکراینی ها انتخاب و استفاده شوند. آنها نمی خواهند برای روسها بجنگند. روسها دشمنان ما هستند، اما اکنون چاره ای ندارند. پیشنهاد کار روسیه بر سربازان سابق افغانستان در حال مطرح می شود که گزارش ها که از اعزام هزاران سرباز افغان توسط ایالات متحده به درگیری در اوکراین است. افغان ها که قربانیان جنگ خارجی ها اکنون به خاطر پولی که برای آنان داده می شود در درگیری های اوکراین مشغول جنگ خواهند بود. شاروالی گردیز در 6 ماه گذشته 140 میلیون افغانی عواید را جمع‌آوری کرده است. مسئولین در نشست حسابدهی دولت به ملت گفتند که در حال حاضر در شهر گردیز کار پروژه‌های مختلف به ارزش 55 میلیون افغانی جریان دارد و در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد. شماری از باشندگان ولایت پکتیا تلاش‌های اخیر شاروالی این ولایت را قدردانی نموده و تقاضا دارند تا تطبیق ماستر پلان را ادامه دهد. شریف الهام شاروال گردیز پکتیا در نشست حسابدهی دولت به ملت گفته است که در 6 ماه گذشته 41 میلیون افغانی عواید را جمع آوری کرده است. الهام می افزاید که در حال حاضر در شهر برزش 55 میلیون افغانی پروژه های مختلف جریان دارد و در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد. سخت کار بودی دو رو بکید تقریبا 30 میلیون شوخ عواید را جمع سویدی او د 15 میلیونو افغانیو مساری په شاوخوا کارون تر کار لاندې دي. څه پروژې ابتتاح سوي دي او څه تر کار لاندې دي. پیغو کې هغه سرکونه دي چې ماسټر پلان مطابق تیر سوي دي.
الهام اضافه نموده که متحد به تطبیق کامل ماستر پلان است و در شهر گردی زمین های مربوط به شاروالی را از نزد غاصبین آزاد کردند و کار روی برگرداندن متباقی زمین ها نیز جریان دارد. گردیز خروالی هم دی غاصبینو پر وړاندې باندې خپل حرکت شروع کړی دی. څه ځمکې را ګرځول سوی دی او څه تر محکمه کې دی را ګرځولو لاندې دی. ان شاء الله پلان راتلونکي کې باغه پیسې دیم ان شاء الله چې محکمه وکړه خروالی ته به تسلیم شي. شماری از باشندگان شهر گردیز از کار کرده و فعالیت های شاروالی قدردانی کرده و می خواهند تا به تطبیق ماستر پلان ادامه دهند تا شهر بهبود یابد. شاروال نور گفتنم که اسی نورم در خدمت رو کیزه کسی تیر نظام که بخی خدمت پکتیا تنده سوی و اوس الحمدلله پکتیا خدمت روان. بر اساس معلومات شاروالی در یک سال گذشته 25% ماستر پلان تطبیق شده، مطابق آن در بخش‌های مختلف شهر سرک‌های جدید اعمال گردیده و هیچ گونه موانعی وجود ندارد تا صد راه تطبیق و عملی سازی ماستر پلان گردد. کار ساخت بند بخش‌آباد ولایت فرا به واسطه پسنداز مردمی در آینده‌های نزدیک آغاز خواهد شد. مسئولین میگویند که برای ساخت این بند به 400 میلیون دلار نیاز است و به واسطه پسنداز مردمی و بودجه دولتی کار آن آغاز خواهد شد. به گفته مسئولین با ساخت این بند تا مشکلات آب و برق این ولایت تا حد زیاد حل خواهد شد. مردم هم در فرا برای ساخت بند بخش‌آباد پول جمع‌آوری کردند. رئیس انرژی و آب این ولایت میگوید کار بند بخش‌آباد فرا در آینده‌های نزدیک به واسطه پول‌های جمع‌آوری شده در یک صندوق آغاز خواهد شد. در همین حال معین وزارت انرژی و آب یادآوری کرد که برای ساخت این بند به 400 میلیون دلار هزینه نیاز است و تا این دم وزارت مالیه برای آن حدود 600 هزار دلار مختص نموده است. موږ نه دا غوښتنه کړې وه دغه بند چې جوړیږي تقریبا خو دغه بند 400 میلیون تقریبا ډالر دی غو براور سوی وو. نو بیا دی پرا خلکو ویلې چې موږ آماده یو تاسو موږ ته د شوا حساب جوړ کړئ بانکي حساب چې موږ دا خلک خپلې پیسې هلته جمع کړو دا بند موږ جوړ کوم. انوایس تقریبا شپږ لکه ډالر وو هغه مو اوس ورکړلو او کوم نور کوم پیسې چې په کار کې د آینده بند لپاره هغه خو تقریبا د 300 میلیون ډالرو تخمین شوی دی اټکل شوی دی. در این حال معین وزارت زراعت و آبیاری و مالداری از کشورهای دیگر نیز خواست تا با صندوق جمع‌آوری پول برای ساخت بند فرا همکاری نمایند. دته تیار یو چې یو اکاونت جوړ شي او اکاونت باندې دا کار وشي د میډیا په تور باندې هغه شایع شي نو دا ټول خلک د افغانستان خلک ولې شي په دې کې خپل حساب واخلي. از سوی دیگر رئیس روابط بین الملل وزارت مالیه گفته است که این وزارت برای ساخت این بند 600 هزار دلار را اختصاص داده است. شباد دی بند تقریبا سه بند 600 هزار دلار جوړیدل یو څو افتی وړاندې موږ اجرا کړ او موږ د وزارت مالیه له اړخه په خپل ټول توان سره کار کوو چې ان شاء الله شته کسر هم مهار کو. یعنی دا د موږ لومړی کال ده د امارت لومړی کال ده خو لله الحمد لله الحمد یعنی نړۍ تمه نه درلوده چې امارت به د خپل نظام وچلوی سي اصلا چا ګمان نه کاوه. به همین ترتیب معین وزارت اقتصاد روی برخی از پروژه های مهم صحبت نمود و مهار آب را برای رشد اقتصادی و انکشاف سکتور زراعتی مهم عنوان کرد. سازی و عصری سازی زراعت و همچنین مکانیزه ساختن زراعت ما یک بازه زمانی کار داریم که امیدوار هستم با گشایش های اقتصادی و تعامل گسترده ای که قرار است با جهان شکل بگیره و قرائن و شواهد از او را ما مشاهده میکنیم ما بتانیم به این اهداف کلان خود دست پیدا بکنیم. چون زراعت مبدأ و سرچشمه فعالیت های اقتصادی هست. تمامی کشورها از زراعت به مدرنیته دست پیدا کرده، از زراعت به طرف صنعتی شدن حرکت کرده. پس بنابراین زراعت میتونه سرآغاز فعالیت های گسترده اقتصادی ما تلقی و تفسیر شود. این در حال است که یک ماه قبل کار ساخت بند توری در زابل نیز به پایان رسید. خبرهای ما در همینجا به پایان میرسد. با سپاس از شما و همکاری تمام همکارانم وقت به شما خوش. خدا نگهدار.